اما تا که در شبهای گذشته هم توجه کردید، گزارش ویژه‌ای داریم در مورد تقلب در انتخابات ایران. با سلام بر شما آقای سیگارچی، اشرف می‌گم در مورد خود آقای احمدی نژاد و صلاحیت ایشون می‌خواد یه مقدار در مورد ایشون و کابینه‌شون. یکی از اصلی ترین اعتراض‌های نامزدهای معترض این انتخابات عدم صلاحیت محمود احمدی نژاد بود. آنها معتقد بودند محمود احمدی نژاد به دلیل تخلفات مالی و اجرایی و همچنین بی‌تقوایی صلاحیت لازم برای این سمت را ندارد. معترضان عملکرد و فعالیت‌های غیرقانونی او و دولتش در نحوه برگزاری انتخابات 22 خرداد را مزید علت می‌دانستند. به گزارشی در این مورد توجه کنید. بگم مناظره کاندیداها دستمایه انتقادات بیشتری علیه محمود احمدی نژاد شد، چرا که برخی معتقد بودند حملات او به سایرین فارغ از بعد حقوقی که میتوانست جرم تلقی شود، مرزهای اخلاقی را هم پشت سر گذاشت. مسائل اخلاقی در انتخابات مهم بود، چرا که نامزدها باید دارای حسن سابقه، امانت و تقوا باشند. محمود احمدی نژاد به گواه معترضان در این مناظره ها بارها به افرادی حمله کرد که در این جلسه و بعدها هرگز حق دفاع از خود را نداشتند. آقای احمدی نژاد هرچند با تک جمله مدرکش موجوده سعی کرد سخنانش را مستند جلوه کند، اما عملا او در این مناظره ها مطالب غیر واقعی زیادی چون نامه نخست وزیر انگلیس، عدم بازداشت دانشجویان در دوره او و اعلام غلط آمارهای اقتصادی را عنوان کرد که البته مدتی بعد تکذیب شد. نامزدهای معترض معتقد بودند او به دلیل سوء سابقه در عمل کرد، توهین، افترا و دروغ فاقد صلاحیت برای امانت و تقوا است. رئیس قوه قضاییه وقت هم صراحتاً اتهام زنی های احمدی نژاد را جرم دانست، اما احمدی نژاد هرگز مورد پیگرد قضایی قرار نگرفت. نمونه چشم پوشی شورای نگهبان هم در زمان تکذیب حال نور توسط احمدی نژاد روی داد. آقای احمدی نژاد در واکنش به انتقادات دو نامزد موضوع حال نور را تکذیب کرد، حالان که عباس کعبی از اعضای شورای نگهبان در ملاقات معروف احمدی نژاد با جوادی آملی حضور داشت و اظهارات رئیس دولت نهم را شنیده بود. با این حال هرگز او واکنشی به دروغ احمدی نژاد نشان نداد. قانون انتخابات مسئولان دولتی و حتی ائمه جمعه را از فعالیت انتخاباتی منع کرده. با این حال نمازهای جمعه به میدانی برای تبلیغ برای احمدی نژاد تبدیل شد و حتی بسیاری از امکانات دولتی برای این مسئله اختصاص یافت. علاوه بر این معاونین رئیس جمهور و وزرای امور خارجه، تعاون، صنایع، رفاه و راه در سفرهای استانی هفته پایانی منتهی به انتخابات به نفع رئیس دولت تبلیغ کردند. اما بزرگترین تخلف دولت در هفته پایانی منتهی به انتخابات تلاش برای خرید رأی بود. افزایش موقتی حقوق بازنشستگان، پرداخت 80 هزار تومان به عنوان سود سهام عدالت به 500,000 نفر، پرداخت 80 هزار تومان به بیش از 5 میلیون نفر از روستاییان و توزیع بن‌های 60 و 80 هزار تومانی در روزهای 19 و 20 خرداد از جمله این اقدامات بود. مسئله ای که شورای نگهبان به آن توجهی نکرد تا انتخابات در روز جمعه 22 خرداد برگزار شود. بعد از همسویی مجریان و ناظران انتخابات با محمود احمدی نژاد، سوء استفاده های دولت بر مشکلات انتخابات افزود، اما برعتی که در این انتخابات روی داد ورود نظامیان بود. با اینکه مهدی کروبی برای اولین بار در سال 84 به حضور سازماندهی شده بسیج در انتخابات اشاره کرد، اما در این انتخابات سپاه پاسداران با صدور اعلامی و بروشورهای تبلیغاتی به حمایت از یک نامزد خاص پرداخت و آنگونه که نامزدهای معترض میگویند مسئولان عالی رتبه این نهاد نظامی هم از جمله حامیان اصلی آقای احمدی نژاد بودند. همین مسئله باعث شد تا یک سوم اعضای دولت دهم را سرداران سپاه تشکیل دهند. بسیاری معتقد بودن که میشد نتایج انتخابات رو به هر حال مثل سالهای گذشته این بار هم حد زد.
دقیقا همین اتفاق روی داد خانم درخشش. من چند تا نقل قول پیدا کردم در دو روز مانده به انتخابات، حمید رسایی نماینده تهران که از حامیان آقای احمدی نژاد از رأی 22 میلیونی ایشون خبر داده بود، محمد رضا میرتاج الدینی نماینده تبریز پیشبینی رأی 22 میلیونی کرده بود و خانم فاطمه رهبر نماینده تهران در مجلس اعلام کرده بود ما منتظر رأی 24 میلیونی احمدی نژاد هستیم. و از اینها جالبتر اطلاعیه و بخشنامه ستاد انتخاباتی های احمدی نژاد در 20 خرداد دو روز قبل از انتخابات که گفتن طبق اخبار واصله معتبر و قطعی پیروزی آقای احمدی نژاد 100% و حتمی است. منتظر تنین علاوه اکبر در سراسر ایران اسلامی بعد از شمارش آرا باشید. بله، در ضمن اول خب به هر حال مسئولین رژیم مرتبا مردم رو تشویق میکردن برای شرکت در انتخابات که گفته میشه که خب نظر دیگه داشتن یا هدف دیگه داشتن از این کار، اما به نظر میرسه اون چیزی که واقعا مطرح نبوده نظر و مشارکت مردم بوده در این انتخابات. غالبا مردم اون چیزی که آمار نشون میده حضور صادقانه‌ای داشتن و فکر میکردن مثل دوم خرداد اگر حاکمیت یک نامزد رو بخواد و اگر اونها کس دیگه ای رو بخواد اونها میتونن با رأی دادن حاکمیت رو وادار به این بکنن که نظرشون رو بپذیرن، اما این اتفاق نیفتاد. و نکته جالب برای من اینه که چند روز مونده به انتخابات جمعی از کارمندان وزارت کشور که دولت اجازه نداد اونها در ستاد انتخابات باشن نامه‌ای رو منتشر کردن و در اون نامه خبر دادن که امکان تقلب وجود داره، تعرفه‌های زیادی منتشر شده و حتی خبر دادن که دولت برای تقلب از یکی از روحانیون حامی آقای احمدی نژاد رفته اجازه شرعی گرفته. همه این جوانب نشون میده که تو این بازی انتخابات مردم رو در نظر نگرفتن. آقای سیگارچی خواهش می‌کنم در مورد گزارش فردا شب بفرمایید. فردا شب طبیعتاً بعد از سه برنامه میرسیم به روز انتخابات، یعنی 22 خرداد و اینکه چه اتفاقی در این روز افتاد. خیلی سپاسگزارم.